همراه میشیم با محمد رهبر همکارم اینجا در استودیو به صحبت‌های سلامی اشاره بکنیم. گفته که چرا از اینکه با بسیجیان مقابله میکنین جلوشون میستید به اون افتخار میکنین، این رو چطور میشه تعبیر کرد؟ خیلی با لحن زار و نزاری گفته چرا بسیجی ها رو میزنید؟ خب این سوالی بودش که مردم در کل این سالها چرا خورده سالی که گذشته از جمهوری اسلامی یعنی چرا مردم رو میزنید؟ واقعا چرا مردم رو میزنید؟ برای اولین بار هستش که در تاریخ جمهوری اسلامی جماعتی که در خیابان آمدن دارن دفاع مشروع میکنن مقابل لباس شخصی ها، مقابل پلیس ضد شورش که من دیدم من نزدیک و خیلی هامون دیدیم من نزدیک که چگونه وحشیانه حمله میکنن، ایستادگی میکنن با دست خالی. اونها باتوم دارن، شوکر دارن، تفنگ ساچمه‌ای دارن، تفنگ جنگی هم البته دارن. مقابل این آدم ها واستادن و از خودشون دفاع میکنن و در این دفاع البته اونها هم زخمی میشن، مجروح میشن. حالا آقای سردار سپاه مشکلش مردمی نیستش که بارها و بارها کشته شدن، زخمی شدن، حتی چشمشون رو از دست دادن. مشکلشون تنها نیروهای خودشون هست و با عجز و لابه هم این رو میگه، مظلوم سازی هم میکنه و جوانان رو عامل دشمن میدونه. جوانانی که در همین جمهوری اسلامی پرورش پیدا کردن، در همین نظام بودن و در همین سیستم آموزشی بودن و اتفاقا فرزند همین مملکت هستند، اونها رو دشمن میدونه و نیروهای خودش رو این وسط خیلی مظلوم داره. نعل وارونه میزنن دیگه، کارشون همیشه همینطور بوده. فردا بنابر فراخوان‌های قرار تجمعات گسترده‌ای داشته باشیم در سراسر کشور، چنانچه بر اساس تمام فراخوان‌هایی که تا حالا صادر شده استقبال زیادی از طرف مردم و معترضان صورت گرفته، فکر می‌کنید برخورد حکومت با فراخوان فردا چی باشه؟ جمهوری اسلامی جدا سرگیجه گرفته، یک تشتتی در فرماندهی صورت گرفته به خاطر اینکه این بار واقعا نمیدونه با کی طرفه. قبلا ها میرفتن یه سری سیاسیون رو میگرفتن، در جنبش سبز حذف کردن سران جنبش رو، اما الان اصلا جنبش سری نداره. این جوانان محلات حتی پسوند و پیشوند هم ندارن که به اونها بشه چیزی رو الساق کرد، نه چپن نه راستن، نه نزدیک به یکی از جناهای مملکت هستن و اونها رو نمیشناسن، نمیدانن که از کجا میشه پیدایشون کرد. داخل ایران هم هستن و دارن بیانیه ها رو میدن و مردم به صورت کاملا غریزی به اونها اعتماد کردن و با این بیانیه بیرون میان و این بیانیه ها رو گوش میگیرن. این چیزی که جمهوری اسلامی تا به حال با اون مواجه نبود، یه جلوه جدیدی از مقاومت و خیزش هست که نمیدانن مقابله رو چیکار کنن، سرکوب کنن، میترسن که کار به جاهای بسیار باریک بکشه و دست مردم حسابی رو اینها باز بشه. اگر سرکوب نکنن خب پیشروی میکنن مردم. به هر حال بین خودشون در مقابل اینکه چه برخوردی باید بکنن کاملا گیج و سراسیمه هستن. برای همین هم ما توی حرفای آقای سلامی هم کاملا میبینیم که چگونه این مستعجل بودن رو داره نشون میده. نمونش اعتراضات رو به آمریکا، اروپا و یا همپیمانان اونها در منطقه نسبت میدن، بعد از طرفی دعوت به گفتگو میکنن، میگن آماده هستیم که اشکالات رو رفع بکنیم. بله اصلا معلوم نیست آدم باید با کی گفتگو بکنه، درها بسته است و طرف هم گوش ناشنوایی داره. من فکر میکنم فردا واقعا یک مصیبت و کابوس دوباره است برای جمهوری اسلامی و همینطور هفته به هفته این کابوس داره تکرار میشه. خیلی کوتاه، در واقع بر برخی از بخش‌های کشور فشار بیشتری وارد می‌کنه، اینکه در همه جای این اعتراضات گسترده میشه چقدر کمک می‌کنه به مناطقی مثل سنندج؟ ببینید اینها نیروهای محدودی دارن، اگر واقعا مثلا در کل تهران بخوان نیروهاشون رو همه رو جمع بکنن مگه چقدر هستن با اون جمعیت 10 میلیونی؟ با این ریزشی هم که می‌کنن. ما شاهد بودیم که در این مدت خیلی خواستن که تظاهراتی باشه، راهپیمایی ایجاد بکنن، بیشتر از هزاران نفر مثلا 4-5000 نفر نیومدن و با همچین قلت نیروی اصلا میتونن به قول خودشون خیابون رو جمع بکنن. ترس اصلیشون هم همین است. ممنون از تو محمد رهبر که اینجا همراه من بودی.